1160 سال قبل از میلاد، فدان آرام شهری در جنوب کشور بابل. ایشدار بزرگ، ای خدای مادر، ای خدای مهربانی ها، ای خدای زایندگی و باروری، این کودک را شفا بخش و مادر نگرانش را شادمان کن. مادر این کودک عهد می کند به درگاهت هدایای گرانبها تقدیم کند. من از ایشدار بزرگ خواستم که فرزندتان را زنده نگاه دارد. او تقاضای مرا پذیرفت. بروید و فرزندتان را آنگونه بزرگ کنید که از پیروان ایشدار باشد. از شما و از ایشدار بزرگ سپاسگزارم. درود بر ایشدار مهربان. از شما سپاسگزارم. فرزندم در حال مرگ بود، شما او را زنده کردید. بیشک این کودک میتون فرزند ما شفا خواهد یافت. ایشدار خدای مهربان و قدرتمند است. حتما او را نیز شفا خواهد داد. حتما همینطور است. برویم. شما را چه میشود؟ شما که خود مسجود ملائک هستید، سجده به پیشگاه مصنوع خیش میبرید؟ هستی همه تسلیم و منقاد انسان است. آنگاه شما سر تسلیم در برابر سنگ بیجان فرود می آورید. تو این سخنان را از نزد خود می گویی و بیهوده به خدایان ما اهانت می کنی. من از نزد خود نمی گویم. من فرستاده خدا و سخنانم از کتاب خداست. این کتاب آسمانی صحف است که بر جد من ابراهیم پیامبر نازل شده. من پیرو دین او و مروج و مبلغ این کتاب هستم. از خود نمیگویم. در آن کتاب آسمانی نوشته شده که به خدایان ما اهانت کنی؟ اهانت نمی کنم. سوال می کنم. اگر می دانید پاسخ بدهید. اگر نمی دانید بپذیرید. از شما می پرسم. تندیس های معبد ایشدار خالق شما هستند یا مخلوق شما؟ ایشدار بر شما سیطره دارد یا شما بر ایشدار؟ ایشدار بر شما فرمان میراند یا شما بر او؟ اگر ایشدار سنگی ضعیف و ناتوان است، پس چگونه فرزند مرا شفا داد؟ راست میگوید، ما هم دیدیم. آری، حقیقت دارد. ایشدار فرزند او را شفا داد، من دیدم. آن شنوای دانایی که ناله های تو را شنید فرزند تو را شفا داد، نه ایشدار. تو اگر چه به غیر خدا پناه بردی و از غیر کمک خواستی، اما او که آگاه بر احوال همه بندگان است، به حال زار تو رحمت آورد و فرزندت را بهبود بخشید. تو را چون چشم بصر است و بصیرت نیست، ایشدار را دیدی اما شفا بخش حقیقی را ندیدی.
خلاصه کلام یعقوب این است که خدایان خیش را رها کرده و خدای او را بپرستید. درست نگفتم؟ آخر از خدایان خود چه خیری دیده ایم که از خدای تو ببینیم؟ من شما را به پرستش خدای برتر میخوانم، خدایی برتر از همه هستی. از کجا بدانیم که خدای تو از دیگر خدایان برتر است؟ از کجا که تو و خدایت همچون کاهنان معبد ایشتار به فکر انباشتن سیم و زر و تامین منافع خود نیستید؟ همه میدانید که من برای لابان شبانی میکنم و از خود چیزی ندارم. آیا تا کنون مزدی از شما طلب کردم؟ آیا جز کار و تلاش و شبانی از من دیده اید؟ اگر از این پس طلب کردی چه؟ تا کنون قدرت نداشته ای، وگرنه تو هم بهتر از کاهنان نیستی. همه شما یکی هستی. بر اریکه قدرت که تکه زدید، شکم خود را سیر می کنید و گنجینه های خود را انباشته می گردانید. من به تو حق می دهم. تنها فرزند بیمار خود را از دست دادی و هیچ کس تو را یاری نکرد. نه ایستر جادوگر و نه ایشتار خدای معبد. اگر به همه خدایان هم پشت کنی، حق داری. من با ایشتار خدای ناتوان معبد کاری ندارم. روی سخنم با خدای نادیدنی توست. ما به اندازه کافی از خدایان سرد و سنگی کشیده ایم. تحمل خدای دیگر را ندارم. مأمورین آمدند. مأمورین معبد آمدند. فرار کن فارس. فرار کن. از آن طرف. بروید. بروید دستگیرش کنید. نگذارید فرار کنه. بروید. اگر داماد لابان فرماندار نبودی، میدانستم با تو چه کنم. مرا از تو و مأمورین معبد باکی نیست. پراکنده شدید. بیش از این به کفرگویی های یعقوب گوش ندهید. مگر نمیبینید کفرگویی های یعقوب قحطی برای فردان به ارمغان آورده است؟ راست میگوید. برویم تا به نفرین ایشتار دچار نشده ایم. برویم. برویم. اگر به زودی باران نبارد، تمام محصول مردم قدان از بین میرم. امیدوارم خداوند هرچه زودتر باران رحمت خود را بر این شهر نازل کند. آنجا چه خبر است پدر؟ این رسم دیرینه مردم قدان است. دشمنان ایشتر را آتش میزنند. آتش زدن با منجنیق. شما همینجا گله را نگه دارید، من ببینم چه خبر است. خویم کنید. به ما را کنید. اگر من چه کردم، خویم کنید. یعقوب شبان است، فرزاده فرمانده لابان. کاهن بزرگ چه مرا فارس کنم؟ بزار کافر همین است. مردم فتان به دادم برسید. من بی گناه هایم. فارس باید و یادات که من
من بیگناهم. مردم فتان به من راه کنید. من بیگناهم این مردم فتان. متهم فارس دشمن ایشتار می باشد. او با سنگ به ایشتار حمله کرده و او را خدایی بی عرضه و نالایق خطاب کرده است. طبق سنت قدیم مردم فدان، کسانی که به خدای بزرگ ایشتار اهانت کنند باید با منجنی در آتش افکنده شوند. بیچاره فارس. من بیگناهم. به من رحم کنید. به من رحم کنید. به من رحم کنید. گناه من چیست؟ گناه من چیست؟ من بیگناهم. من بیگناهم. من بیگناهم. من بیگناهم. کاهن بزرگ. من بیگناهم. بیهوده فریاد نکن. یا باید خونبهای خود را بپردازی یا در آتش سوزانده شدی. خوران سوزانی. من بیگناه همه این مردم فتان. خوران سوزانی. بهای خونه او چقدر است؟ من میپردازم. تو میپردازی؟ نه، او خود از دشمنان ایشتار است. تو خود از دشمنان ایشتار هستی. ابتدا باید بهای خون خود را بپردازی. پس چرا مرا دستگیر نمی کنید؟ مجازات منجنیق با آتش در خاندان من پیشینه دیرینه دارد. پدر بزرگ من ابراهیم هم یک بار به دستور نمرود در آتش افکنده شده است. اگر تا کنون دستگیر نشده ای به خاطر فرماندار است، چون هم داماد او و هم قارزادش است. پس منصوبین به حکومت و فرماندار می توانند به خدایان اهانت کنند و مجازات نشوند. دستگیرش کنید و چون پدر بزرگش در آتش بیفکنید. رهایم کنید. رهایم کنید. گفتم رهایم کنید. رهای، اینجا چه خبر است؟ او را رها کنید. متهم را هم آزاد کنید. فارس باید مجازات شود. وقتی یعقوب خونبهای او را می پردازد حق ندارید او را مجازات کنید. آزادش نکنید. یعقوب، تو باید 500 دینار بابت خونبهای فارس بپردازی. مانعی نیست، من این پول را خواهم پرداخت. خداوند دایی خوبم لبان را حفظ کند. من تا به کی باید مراقبت باشم که دست از پا خطا نکنی؟ چه میکنی؟ سپاسگزارم. تا زمانی که خونبهای خود را پرداخت نکردم برایت سعی و تلاش خواهم کرد، برایت کار خواهم کرد. تو خاندان فارس را نجات دادی. تو زندگی ما را نجات دادی. برویم. برویم.
خوبیست. بیچاره مدام زحمت میکشه. سال هاست که ایشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لبان به دادمان نرسیده بود، هر دوی من را میسوزندند. فارس به خاطر نجات جانش باید ایشتار پرستی را رها کرده یک تا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یک تا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا، چیزی نمانده. سال هاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد. درود بر ایسردن و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد ایشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد، وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس های سرد و سنگی معبد ایشتار باران میبارد؟ کفرگویی های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خیشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس های سرد و ضعیف را می پرستید؟ چرا زمین فسرده جان خیش را با نور ایمان به خداوند یک تا گرمی نمی بخشید؟ بزرگ الهی باروری، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار دور کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای اشتار بزرگ، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار ببری و باران رحمتت را بر مردم فدان فرود آوری. مثل همیشه مقابل معبد ایستاد و به خدایان اهانت کرد. با ایستادن وزار فرزندش نیست سخن گفت، اما من چیزی نشیدم. باشد که خوش سالی را یعقوب داشت بردارم و باران رحمتت را بر مردم فدان ببارید. ای اشتار بزرگ، باز هم یعقوب شروع کرده است. امیدوارم که به نفرین خدایان دچار شود. حال با او چه کنیم؟ تو لابان را به اینجا بخوان. چاره کار با من. هرچی زودتر لابان را به اینجا بخوانید. علی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید. امر مهمی است؟ بله جناب فرمان. دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمیایی. قول میدم دیگر غلط میکنم. بازش کنید.
با من بیا. ظاهرا موضوع مربوط به یعقوب شبان. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. من پاسخگو نیستم. او بر علیه خدایان سخن. هم وظیفه کاهنان است که به او پاسخ درست بدهند. اگر توان پاسخگویی ندارید، چرا مزاحم من میشوید؟ خدای خدایان ایشدار بزرگ خشمگین است. من قحطی میبینم. خوشسالی و مرگ مردم فدان را فرا خواهد گرفت. مادران داغ دیده میبینم. منتظر باشی، کاهن بزرگ را خبر کن. ایشدار را به خشم آوردند. ایشدار کفر و اهانت را در حق خود بر نمیتابد. کسی ایشدار را به خشم آورده است، آن که به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. ایشدار بزرگ قربانی میطلبد. رابان، چرا مانع کفگویی خواهرزادت یعقوب نمی شوید؟ مسئول ایمان مردم شما هستید، پاسخش را بدهید. من فرماندارم، نکاهم. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. اما او خواهرزاده و شوهر دختران شماست. من مسئول آرامش و امنیت فدان هستم، نه مسئول نظارت بر اعمال خواهرزادم. همین دلیل باید او را ساکت کنید. او آرامش فدان را به هم زده است. آرامش را به فدان بازگردان. به زودی قحطی همه فدان را فرا خواهد گرفت و یعقوب عامل همه این بدبختی است. چگونه است که یعقوب تاکنون موجب وفور نعمت و ازدیاد گوسفندان من بوده، ولی اکنون باعث قحطی و بدبختی فدان شده است؟ از آن رو که اکنون یعقوب به خدایان کفر می‌ورزد. پیشتر هم او به خدایان بابل ایمان نداشت. چرا آن موقع عقیده خود را پنهان می داشت، اما اکنون ابراز می دارد. فاش در ملای عام به ایشدار اهانت می کند. باید او را وادار به سکوت نمایی. باید؟ آره باید. فکر می کنی دولت بابل برای چه تو را اینجا منصوب کرده است؟ پس می دانی چه کسی مرا به فرمانداری منصوب کرده است؟ بهتر است این را هم بدانید که من از دولت بابل فرمان میگیرم، نه از شما و نه از معبد ایشتار. پس اشکالی ندارد اگر کاهن اعظم معبد ایشتار در بابل از این ماجرا مطلع شود. با یعقوب سخن خواهم گفت. به یعقوب بگو اگر خطری از جانب او من و خانواده ام را تهدید کند، تمام خاندانش را با آتش خواهم کشید. توله‌ای که قبل از پدر مادرش بارز کند، زودتر به دست گرگ دریده می شود. مواظب زبانت باش، این بار می بخشمت. بار دیگر بخششی در کار نیست. اگر قحطی موجب از بین رفتن محصول من شود، یعقوب و خانواده‌اش را زنده نخواهم گذاشت. همین حالا هم به محصول امسال امیدی نیست. سلام پدر، خوش آمدی. سلام پدر، چه عجب. بزرگ فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دست بردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب می دانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی کند. او را با آیین چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او می خواهد از دین پدر بزرگش بگوید، خب بگوید، اصلا خاندان مرا هم تبلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه می کنید پدر.
آنها همین تبلیغ را نیز بر نمیتابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است. آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا بدین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهیم کرد. شما همه دیوانه شده اید؟ چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ میکند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خیش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم نه با خدای اینان. فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل، 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله، قابله را خبر کن. کمک کنید. فارس؟ بله آنی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن. با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم، فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید، برخیزید، برخیز شام، برخیز. جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. چه شده؟ شما ها گله را بیاورید. پدر کجا را؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز میده. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت، هم راهیل با من خوب بود، هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود، میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائل نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنی؟ یعقوب و راهیل انسانهای بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد.
اگر بچه هم از او داشته باشد، او را بر همه همسرانش سروری خواهد داشت. مگر او چند همسر دارد؟ چهار همسر، من و لیا و زلفا و راهی. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن، اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میافتد. من گمان نمی کنم یعقوب مرد عادل و مهربانی. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی، هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راحیل و بچه‌اش را از تو سالم می‌خواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه‌ای هستم. نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل نکند که راحیل گرفتار خشم خدایان شده است. این بچه رو بگیری. برای خالتان راحیل دعا کن. دعای شما تو تار اجابت می‌دهد. پس چرا کاری نمی‌کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن که به خدایان خیانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده. دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات میشود. حال راحیل چطور است؟ چندان تعریفی ندارد.
شروع کنی. حال راحیل خوب نیست. آرام باشید. ما خدا را داریم. هر آنچه که او اراده کند همان خواهد شد. مردم به تن و کنایه میگویند او به نفرین ایشتار و جادوی ایستر دچار شده است. بسیار خوب. حال ببینیم خدای راحیل و فرزندش بزرگتر و قویتر است یا خدای ایستر. مراقب راحیل باشید. من باز میگردم. کجا میروید؟ ما را در این حال تنها نگذارید. آرام باشید. من به خلوت نیاز دارم. تو با خدای خود هر چه میخواهی بکن. اما من نمیتوانم دست بر دست بگذارم. طبیبی، داروی، درمانی، کاری باید کرد. من نیز به سراغ طبیب میروم. طبیب واقعی. او هم بلای جان مردم فدان شده، هم بلای جان دختران من. نمیدانم با او چه کنم. چرا به سراغ ایستر نمیفرستن؟ قابلی توانه ایست؟ راست میگویی؟ جناب لابان، به سراغ ایستر بفرستید. اگر او بیاید قابلی توانه ایست. برو و ببین ایستر میآید. هرچه بخواهد به او میدهم. بگو لابان گفت اگر دخترم را نجات دهی قول میدهم یعقوب را از فدان بیرون کرده و معبد ایشتار را از شر او خلاص کنم. برو. یعقوب به نفرین خدایان بابل گرفتار شده. سزای کف به ایشتار بزرگ همین است. ببر صدایت را. چرا از خدایش یاری نمی‌طلبد؟ اگر من به جای او بودم به هنگام گرفتاری خدایم را فراموش نمی‌کردم. جناب لابان مرا فرستاده، نه یعقوب. او قول داده اگر دخترش را نجات دهی یعقوب را از فدان بیرون کند. به نظر من موقعیت خوبی است. مردم فدان باید قدرت ایشتار بزرگ و توانایی ایستر ساحره معبد را بدانند. اگر راهی را نجات دهی بی تردید ایمان مردم فدان بیشتر شده، اینجا را پر از زر و سیم خواهم کرد. مرگ راهی نیز همین نتیجه را دارد. پس بگذار بمیرد. بسیار، برو همین را به مردم بگو. بگو مرگ راهی به خاطر کفر به ایشتار بوده. بگو که نتیجه یک تاپرستی و نادیده گرفتن ایشتار جز این نمی باشد. چه زیباست اگر با مرگ راحیل و فرزندش باران نیز بر فدان ببارد.
نیاید هر دو میمیرن. این دو دورا میکشد، به هوش نمی آورد. را بدانم خدای یعقوب پیروز می شود یا خدای معبد. خب معلوم است پیروزی از آن ایشتار است. لابان، اسباب زحمت من شده این که چه؟ یعقوب که گفت خداوند قدرتمند و بی نظیری دارد، پس چرا از او یاری نمیخواهد؟ جهان راهیل در دستان توست، یاریش کن. اصلا فکر نمیکردم که به این زودی یعقوب دست نیاز به سوی معبد ایشتار دراز کند. چه خیال بیهوده و تصور باطلی. چه چیز باعث این تصور غلط در تو شده است؟ به زودی این تصور باطل حقیقت خواهد یافت، آنگاه که مرگ زن و فرزندت را به عیان مشاهده کردی. مرگ و زندگی به دست خداوند است، نه به دست ایستر و ایشتار. من از ایستر خواستم که به اینجا بیاید. حال راهیل خیلی بد است. راهیل به جز به خدای خود به دیگری نیاز ندارد. از خانه من برو بیرون. بیرون. صبر کن یعقوب، با تو هستم. برو بیرون. زن و فرزندت امشب نابود خواهند شد. خشم ایشتار جز با مرگ عزیزانت فرو نخواهد نشست. همسر من با دعای تو نیامده است که با نفرین تو برود. مردم فدان، این نه به خود رحمی کند نه به شما. کفر او هم قحطی برای شما برمقا خواهد آورد، هم مرگ را برای زن و فرزندش. به زودی به زودی جادوی ایستر و قدرت ایشتار هر دو را خواهید دید. وای به روزت اگر بلایی بر سر دختر من بیاید.